به نام خدا سلام من علی کریمی خیلی خوشحالم که با یک ویدیو دیگه از کتاب امریکا انگلیش فایل 1 در خدمت شما عزیزان هستم خب بریم برای درس دوازده قسمت A Books and Movies کتاب ها و فیلم ها بچه یکی دو درس قبل این نکته رو گفتم گفتم مووی در امریکن گفته میشه و در بریتیش میگن فیلم از مووی و فیلم اینا متفاوت هستن با هم دیگه در امریکا و بریتیش که هر دوشون به معنای فیلم سینمایی هستش خب در قسمت گرامر ما present پرفکت رو داریم حال کامل که توی یونیت 11 هم گفتم قراره در یونیت دوازده حال کامل رو یاد بگیریم در قسمت واژگان هم irregular past پارتسپلز رو داریم شکل سوم افعال بی‌قاعده رو چند تا از افعال بی‌قاعده که خیلی کامن و حالا برای استفاده اصلا در زبان انگلیسی رو میخوایم بریم هم یاد بریم و کلا اصلا ما این شکل سوم ها آشنا از شکل سوم فیل چی هست و در قسمت تلفظ هم سنتنس استرس رو داریم استرسی که در جمله ها ما باید رعایت بکنیم خیلی خوب بریم برای سوال و جواب این قسمت Have you seen the movie? آیا فیلم رو دیدی؟ Have you seen the movie? No, I haven't. نه ندیدم. But I've read the book. but I've read the book اما میگه من ندیدم اما کتابش رو خوندم بچه این سوال و جوابی که اینجا هست با حال کامله که تو قسمت گرامر مفصل یاد میگیریم اصلا نگران نباشیم مزد میخوام بریم برای بخش اول که گرامر هست present perfect قسمت A رو داریم look at some images from movies چند تصویر اینجا هست حالا به طور دقیق بخوایم بگیم سه تا تصویر نه چهار تا چهار تا تصویر در این صفحه ما داریم میگه که به این تصاویر نگاه کنید look at some images from movies این تصاویر از فیلم ها هستن مثلا فیلم اول ارباب حلقه ها هست فیلم دوم حالا خسوف یا کسوف هستش و فیلم سوم The Hunger Games که ندیدم فیلم چهارم هم Alice in Wonderland هست که الان من من روی اسمش هستم دقیقا Alice in Wonderland یعنی آلیس در سرزمین عجایب خب یه سوال اینجا کرده گفته که what do the movies have in common این فیلم ها این چهار تا فیلمی که الان تصاویرش رو با هم دیگه نگاهی کردیم چه چیزی رو مشترکن دارن یعنی چه چیزی هست که بین این چهار تا فیلم مشترک هستش یه فکری بکنیم یعنی این چهار تا فیلم چه ربطی میتونن به هم دیگه داشته باشن چه چیزی میتونن به قول معروف حالا به اشتراک داشته باشن هر چهار تا اینا بچه ها هستن که از روی کتاب ها ساختن یعنی اول اینا به نوعی حالا کتاب بودن حالا یه شخصی اومده رومانی نوشته و بعدش یه کارگردانی اومده فیلمش رو از روی اون رومان اون شخص نوشته یعنی به هم ساخته من بریم برای قسمت بی سیدی پنجام چهارم رو میخوام براتون پلی بکنم Listen to Alan and Lucy talking on the phone. Alan و لوسی دارن با تلفن با هم دیگه حرف می‌زنن من بیام بالا چون اولش شاید متنشو شما ببینید. What two things are they going to do tonight? دو تا از کارهایی که امشب قصد دارن انجام بدن. گویند to که بگم تو یونیت ده یاد گرفتیم اگر اشتباه نکنم. البته تو کتاب قبلی هم یاد گرفته بودیم. پس دو تا از کارهایی که قصد دارن انجام بدن امشب چی هست؟ اوکی. من اول براتون پلی میکنم نباید بچه رو به متن نگاه بکنید تو قسمت دوم میتونید به متن هم یه نگاهی بندازید من براتون پلی کنم دو تا از کارهایی که الن و لوسی میخوان امشب انجام بدن رو بنویسین بریم برای گوشتن به ترک 44 5.44 Hi, Lucy. Have you finished your report? Yes, I have. Finally. What do you want to do tonight? Do you want to go out? No, I'm a little tired. Would you like to come here? I can order pizza and we can watch a movie. Good idea. What movies do you have? How about Eclipse? Have you seen it? No, I haven't seen it, but I've read the book. Is it good? I loved it. Vampires. Perfect for a winter night. Great. What pizza topping do you want? Cheese and blood, please. <laughs> no, cheese and tomato. خیلی خب به این مکالمه با هم میگه گوش دادیم. بریم برای بخش سی که مجدد باید به همین فایل سوتی گوش کنید. این بار میتونید متن رو هم تماشا بکنید Les again and Read the, conversation. Complete the chart below and answer the questions with a partner. بعد از اینکه به مکالمه گوش دادیم و متنش رو هم دیدین این چارت رو باید بیاین و تکمیل بکنین چارتی که یک جمله مثبت حال کامل یک جمله منفی و یک جمله سوالی حال کامل داریم و بعد از که حالا این چارت رو تکمیل کردیم میریم برای قسمت های بعدی پس من این فایل صوتی رو براتون پلی میکنم با دقت گوش کنید و اون چارت رو بر اساس مکالمه تکمیل بکنید برگردیم بیاین هم مکالمه رو کار میکنیم هم میریم برای 5.44 Hi Lucy. Have you finished your report? Yes, I have. Finally. What do you want to do tonight? Do you want to go out? No, I'm a little tired. Would you like to come here? I can order pizza and we can watch a movie. Good idea. What movies do you have? How about Eclipse? Have you seen it? No, I haven't seen it, but I've read the book. Is it good? I loved it. Vampires. Perfect for a winter night. Great. What pizza topping do you want? Cheese and blood, please. Ugh. <laughs> no, cheese and tomato. خیلی خوب دوستان عزیز بریم یه بررسی با هم دیگه داشته باشیم الان زنگ زنه به لوسی های لوسی سلام لوسی have you finished your report آیا ریپورتت رو یا گزارشت رو تموم کردی yes آی have بله تموم کردم finally بالاخره یا در نهایت پس have you finished your report یک جمله سوالی در زمان حال کامل هستش جواب چی میگه؟ Yes I have بله تموم کردم What do you want to do tonight؟ امشب میخوای چیکار بکنی؟ Do you want to go out؟ میخوای بری بیرون؟ حالا مثلا یه کار خسته خست ای خست رو درگیرش بوده چند روزی درگیر حالا ریپورت نوشتن گذاشت نویسی اینا هستش حالا مثلا خواد یه استراتی بکنه یه هوایی کلش بخوره که حالا میگه که مثلا میخوای امشب چیکار بکنی What do you want to do tonight? Do you want to go out? No, I'm a little tired نه nah, من یه کوچولو خسته هستم یه کم خستم Would you like to come here? میخوای بیا اینجا Would you like to come here? I can order pizza and we can watch a movie. من میتونم پیتزا سفارش بدم و ما میتونیم یک فیلم ببینیم. پس I can order pizza. من میتونم پیتزا سفارش بدم. And و we can watch. ما میتونیم ببینیم a movie. یک فیلم. که بازم میگم از مووی فیلم سینمایی هستش. Good idea. یا that's a good idea. فرقی نداره. That's a good idea یا به صورت اختصار یا مختصر good idea ایده خوبیه نظر خوبیه What movies do you have؟ چه فیلم هایی داری؟ What movies do you have؟ هلن میگه How about Eclipse؟ نظر راجع به فیلم Eclipse چیه؟ Eclipse گفتم هم خورشید گرفتگی میشه هم ماه گرفتگی میشه که حالا ما میگیم خصوف و کسوف هیچ موقع هم نفهمیدم کدوم کدومه بگذاریم Have you seen it؟ آیا دیدیش؟ یعنی آیا تا به حال دیدیش؟ حالا این تا به حال، این کلمه تا به حال رو نگفته ولی تو دل این جمله یک همچین معنایی رو ما میتونیم برداشت بکنیم Have you seen it؟ یعنی چی؟ یعنی آیا تا به حال دیدیش؟ No, I haven't seen it. نه، ندیدمش یعنی تا الان یا تا به الانی که دارم باید حرف میزنم ندیدمش But، اما... I've read the book یا I have این اپاسترافی VE مخفف have هستش I've read the book اما باید فیلمش رو مذب خواهم کتابش رو خوندم I've read the book Is it good? خوبه Is it good? I loved it من که عاشقش بودم vampires خوناشام ها perfect for a winter night عالی برای یک شب زمستانی great عالیه what pizza topping do you want چه تزیین پیتزایی میخوای مثلا چه مدل پیتزایی میخوایم؟ بچه این تاپینگ رو من یه توضیح حالا میدم بد نیست cheese and blood uh, پنیر و خون please لطفا بعد میگه نو چیز اند تومیتو بعد میگه نه پنیر و گوجه خیلی هم لوس و بی نمک بودی لوسی خیلی خوب بریم این تاپینگ رو من بچه توضیح بدم تاپینگ به طور کلی اون لایه روی حالا غذا و اینا رو میگیم من مثال براتون بزنم بچه پیتزای خوشکل میکنم براتون بکشم جا ندارم آه. این الان مثلا من پیتزا میام میکشم خب خب این پیتزا سلایسش هم براتون بکنم خود پیتزا بچه ها اون حالا متریال اصلیش چیه؟ حالا مثلا خمیر هست نمیدونم پنیر هست چیزای بیسیک و اساسی خب حالا فکر کن شما مثلا میری پیتزا چی سفارش میدی قارچ و گوشت مثلا سفارش میدی اون قارچ و گوشتی که روی پیتزا شما یعنی روی خمیر و نمیدونم پنیر و حالا متریال اصلی دیگه میاد اون قارچ و گوشته میشه تاپینگ برای این پیتزا مثلا این سلایسش قارچ و گوشته مثلا این سلایسش چیه به جای قارچ و گوشت چی داره روش مثلا سبزیجات داره این یکی چیه این یکی مثلا چه میدونم گوشت استیکی داره این یکی چیه این یکی مثلا مرغ داره این یکی چیه پنیر داره پس ببینید پیتزا یه بیسی داره دیگه خمیر و یکم پنیر و نمیدونم یه سری چیزایی که حالا باش پیتزا درست میکنن اون چیزی که به اضافه اون بیسه حالا پیتزا بهش اضافه میشه رو میگیم تاپینگ حالا بنو میتونیم بگیم چاشنی روی غذا خب حالا مثلا درسته که پیتزا پنیر داره ولی خب پنیر اضافه مثلا میگم چه میام میگم می پیتزای قارچ و پنیر پنیر که خب بد داشته باشه پیتزا ولی به اضافه پنیری که باید داشته باشه یه مقدار پنیر اکسترا هم میخوام اضافی هم میخوام پس تاپینگ شد چی چاشنی که روی غذا هست حالا خوراکی هم میشه حالا من اینم بگم این مثلا یه دونه بستنی من میخوام براتون بکشم ظرف بستنیه بچه این فکر این ظرف بستنیه خب بعد اینم خود بستنیه حالا اینجا مثلا خب میان یه دونه چی میذارن میان یه دونه توت فرنگی میذارن خب این توت فرنگیه میشه الان تاپینگ این بستنیه یا مثلا میان چیکار میکنن یه پر مثلا پرتغال میذارن این بچه چه پرتقال گشگیری برد میکشیدم نصف است پس این پرتقاله الان برای این بستنی شد تاپینگ یا این توت فرنگی برای این بستنی شد تاپینگ اوکی اینم بستنی مونه از تاپینگ به این معنی هستش به اضافه اون حالا غذایی که بیس هست الان اینجا بستنی فود بیسیک ما هست حالا اون چیزی که روش حالا یا برای تزین یا برای چاشنی اینا قرار میدن میشه تاپینگ اینجا هم این لوسی خانم ما گفتش که من چی میخوام گفتش که من پیتزا پیتزا چی میخوام پنیر و خون میخوام حالا بعدش گفت پنیر و گوجه فرنگی میخوام پس حالا تاپینگش پنیر و در واقع گوجه فرنگی است حالا مثلا میتونه ماشروم باشه قارچ باشه میتونه چکن باشه مثلا پیتزای مرغ باشه میتونه ویژتبلز باشه پیتزای سبزیجات باشه و با حالا ما بقیه دیگه خیلی خوب این تاپینگ رو من گفتم یه اه... نکته ای رو بگم خارج از کتاب و نقاشیارم پاک کردم چشمم نزنین خیلی خوب اینم از این نکته دیگه اینجا نبود که بگم نه بچه ها که حالا تا از کاره که امشب میخوان انجام بدن یکی این که پیتزا بخورن یکی هم که فیلم ببینن دیگه این دوتا کار رو قراره که انجام بدن اما بریم برای این قسمت که جدول حال کامل بود که بعد شما تکلیم میکردین خب گفته I've سین د مووی من فیلم رو دیدم یا من فیلم رو دیده هم بچه جمله مثبت حال کامل امروز میریم پای تخته و کلا رو اونجا یاد میگیریم اصلا نگران نباشید پس I've seen the movie من فیلم رو دیدم یا من فیلم رو دیده هم. حالا میخوام این جمله رو منفی بکنم این the movie سر جاشی یعنی همین جمله رو من, من باید منفی بکنم چرا باید انجام بدم ببینید بچا این اپاسترافی وی ای -E اشاره کردم هاف هستش یعنی این آیو مخفف آی have هست و این have ما اینجا فعل کمکی هست دوستان فعل کمکی خب این دیگر رو می دیگه الان میدونین دیگه وقتی که میگم این کلمه فعل کمکیه یعنی چی یعنی اگر بخوام من این جمله رو منفی بکنم باید به همین نات بدم یا اگر بخوام جمله رو سوالی بکنم باید جای فعل کمکی رو با فایل عوض بکنم به همین سادگی خب بر اساس همین داستان بریم جلو این جمله رو من میخوام منفی بکنم اینجا فعل کمکی من هست نات بهش میدم جمله منفی میشه پس I've seen میشه چی؟ میشه I have not seen the movie. حالا بچه این I have not seen the movie رو میتونیم بگیم I've not که خیلی کم استفاده میشه. میتونیم بگیم I haven't یعنی این have و not رو بیاییم و مخفف بکنیم به این صورت بگیم I haven't حالا seen the movie اوکی این از منفیش میخوام سوالی بپرسم یعنی یه جمله سوالی میخوام بگم خب هفت فعل کمکی من هست دیگه گفتیم در تمامی جمله های سوالی در زبان انگلیسی اولین کلمه ای که اون جمله رو شروع میکنه یا بهتر بگیم اون سوال رو شروع میکنه چی از فعل کمکی خب فعل کمکی ما اینجا هفت هستش Have you seen the movie? خب حالا این سینه چیه؟ این سین بچه شکل سوم فعله شکل سوم فعل اگر خاطرتون باشه ما خب توی همین کتاب و البته کتاب قبلی گذشته ساده رو یاد گرفتیم گفتیم که افعال یک حالت بیس فرم دارن یک حالت گذشته دارن ببینید من حالا اینجا چند تایش تا رو براتون می نمیسم. مثلا اومدیم گفتیم go در حالت گذشته چی میشه went یا به عنوان مثال اومدیم چی گفتیم اومدیم حالا این یک فعل بیقایده بود گفتیم دیگه افعال یا باقایده هستن یا بیقایده اونایی که باقایده هستن ایدی بهشون اضافه میشه اونایی که بیقایده هستن معلوم نیست چه اتفاق برشون میفته یا یه فعل باقایده هم بگم play یعنی بازی کردن شکل دومش چی میشد؟ میشد پلید ایدی میگرف درسته؟ چقدر دیم زشت شد بعد شما این اصاهای چیزا شد جادوگرا یک بار تو عمرم اومدم دی رو اینجوری بنویسم نشد من همیشه اینجوری مینویسم شما اینجوری بنویسید اینجوری بچه راحت تر خب بذاری من اینا رو پاک کنم دیارو پس ببینید go حالت گذشتهش چی بود went play حالت گذشتهش چی بود played اینا حالا میگفتیم شکل دوم فعل حالا میتونیم به این گذشته ساده یعنی went و played بیایم بگیم چی بیایم بگیم شکل دوم فعل یا حالا گذشته ساده اما ها افعال در زبان انگلیسی یک شکل سومی هم دارن یک شکل سومی هم دارن که مطمئنم یه چیزهایی به گوشتون خورده و شکل سوم افعال با قاعده عین شکل عین دومش شکل دومشون هستش یعنی چی یعنی play played played پس این دوتا تا عین هم هستن هر دوتاشون ایدی میگیرن برای افعال با قاعده افعال بی قاعده به چه صورت هست افعال بی قاعده بی قاعده است دیگه اصلا امکان داره کلا شکلش عوض بشه امکان داره شکلش عوض نشه امکان داره مثلا مدل حتی شکل اول باشه مثلا کام کیم کام بی قاعده است این واقعا بی قاعده است و قاعده خاصی نداره و شما باید یاد بگیرید الان شکل سومه گو میشه گو ونت گان گفتین شد پس اینها به نوعی میتونیم بگیم که شکل سوم افعال هستن حالا با قاعده باشه این شکل دو دوم هست یعنی ایدی میگیره بی قاعده باشه امکن... بیان... حالا امکان داره اصلا کلا شکلش عوض بشه امکان داره اصلا شکلش هیچ تغییری نکنه مثلا کات 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 سه تاشون عین همن میگم قاعده خاصی نداره اه... یکی از جاهایی که بعد شما ما از این شکل سوم افعال استفاده میکنیم همین حال کامل یعنی گرامر امروز هستش گرفتین چی شد پس این سینی که اینجا ما داشتیم این شکل سوم فعل سی هست سی سا که شکل دومش هست یعنی گذشته ساده و شکل سوم یا حالا پس پارسپلش میشه سین و بعد باید هم یاد بگیرین اونایی که حالا با قاعده هست گفتم شکل دوم و سومشون یکیه اونایی که بی هست رو باید یاد بگیرین نه که حالا برین یه لیست نظر ها. نه اینکه بیارین این حالا مثلا یه دونه لیست از همه افعال بی جلوتون باز بکنین و بخونین حفظ بکنین نه دونه دونه هر چند تا از اینا رو که دیدین حالا چه من گفتم چه تو کتاب بود چه حالا توی ترمینا بود سعی کنین که باشون جمله بسازین اوکیه خیلی خوب پس ما با این شکل سوم فعله امروز کار داریم من هنوز وقت رو وارد گرامر نشدم و هنوز نگفتم که آقا حال کامل چی هست که بعد ازش استفاده بکنیم و اینا هنوز اصلا هیچ صحبتی در رابطه با حال کامل نکردم فقط داریم یک کوچولو با این ساختار مثبت و منفی سوالی حال کامل آشنا رو میشیم و اینکه شکل سوم فعل چی هست که الان براتون توضیحش رو دادم خب میگه what is apostrophe ve what verb is seen from که یه جوری جواب داریم میگه این اپاسترافی ve چیه که گفتیم همین have هستش و این سین از چه فعلی اومده؟ گفتیم شکل سوم فعل سی هستش. سی سا سین. مورد بعدی میگه change the three senses in the chart to third person singular. He or she. میگه این سه تا جمله که داشتیم رو بیاین تغییر بدین و برای سوم شخص مفرد بنویسین یعنی هی یا شی خب یه نکته من اینجا بگم بچه‌ها خیلی راحت دیگه خودتون میتونید انجام بدین برای هی و شی ما از have استفاده نمی کنیم بچه در حال کامل و از هز استفاده می کنیم یعنی اون فعل کمکی که اومدیم از صحبت کردیم گفتیم فعل کمکی ما در زمان حال کامل have هست برای هی و شی یعنی سوم شخص مفرد هز میشه شما الان همینو اومده گفته آی خب شما بیا بگو هی بیا بگو شی یا یعنی مثلا اینجا هی بگو علی به جای شی بگو سرا هر چی اونو بذار خب هفت داری دیگه بعد بگی چی؟ هز علی هز سین د مووی علی فیلم رو دیده یا مثلا اینجا منفی هست هی هز نات یا هی هزنت سین د مووی اون فیلم رو ندیده حالا میتونه هی باشه میتونه شی باشه یا هز هی هز علی هز شی has سرا فرق نداره seen the movie آیا علی سارا یا او فیلم رو دیده این هم از سوال دوم پس ما باید از has استفاده بکنیم برای در واقع سوم شخص مفرد اون که هی و شی هستش حالا اینجا لوسی سیز لوسی میگه I've read the book Do we know when she read it؟ خیلی بطران نکته مهمیه یه جمله اومده گفته لوسی گفته که I've read the book من ف... اه... کتابش رو خوندم فیلم... فیلمش رو ندیدم ولی کتابش رو خوندم خب من کتابش رو خوندم بعد حالا اینجا کتاب اومده یه سال از اون پرسیده یعنی کتاب خودمون اومده یک سال پرسیده گفته Do we know when she read it میدونیم که چه زمانی خوندتش نه نمیدون No, we don't. بچه ها نکته اصلی و اساسی در زمان حال کامل اصلا همینه. اصلا مهم نیست که کی این کتاب رو خونده یا کی این فیلم رو دیده. گرفتین چی بازم میگم بچه الان ما میریم پای تخته مفصل از بیس و از صفر یعنی یا یادتون میدم بعد میریم به صفحه 146. بریم برای تخته خوشگل خودمون و گرامه این درس رو هم رو یاد بگیریم خیلی خوب دوستان عزیز اومدیم پای تخته بچه خودش گفتم تخته خوشگلمون بد گفتم خودش تخته به این قشنگی کیف میکنه آدم خب دوازه A حال کامل Present Perfect یا حال کامل بچا توی عربی و فارسی به این میگن مازی نقلی مازی نقلی ولی خب تو انگلیسی میگن حال کامل present perfect حالا این حال کامل چیه؟ اول یاد بگیریم که آقا از حال کامل ما کی باید استفاده بکنیم خیلی ساده بعد رو من اومدم جان نوشتم اتفاق در گذشته اثر در حال یعنی چی؟ یعنی یک اتفاقی که در گذشته افتاده و اثرش رو در زمان حال ما داریم میبینیم یا حالا به نوعی احساس میکنیم پس یه اتفاقی بوده که در گذشته افتاده ولی اثرش رو ما در زمان حال داریم میبینیم ساختار مثبتش رو من اینجا براتون نوشتم ساختار مثبت به این صورت هست که ما اول فایل رو داریم سابجکت have یا هز الان بررسی کردیم دیگه گفتیم اگر هی یا شی باشه باید از هز استفاده بکنیم حتی هی شی و it. و برای ما بقیه زمایر هم باید از هف استفاده بکنیم و بعد از هف یا هست که به نوعی فعل کمکی ما هست باید از شکل سوم فعل استفاده بکنیم که اشاره کردم شکل سوم افعال اگر با قاعده باشن مثل شکل دوم فعلمون هست یعنی ایدی میگیرن اگرم بی باشن که اصلا معلوم نیست چه اتفاقی براشون میافته پس فاعل هف یا هست شکل سوم فعل و ما بقیه جمله بچه من مثالایی که انتخاب کردم رو دونه دونه خیلی با حساسیت بالا همیشه این کار انجام میدم با حساسیت بالا انتخاب میکنم این درسم هم مثل همیشه مثالایی که انتخاب کردم مثاله بودن که میخوام دونه دونه تک به تک جمله ها رو توضیح بدم تا با توضیحاتم روی مثال ها بهتر این درس رو یاد بگیریم نگاه کنین I have eaten sushi من سوشی خوردم یا من سوشی خورده ام کی سوشی خورده نمیدونیم مثلا من با دوستم دارم صحبت میکنم بهش میگم که آیا تا حالا سوشی خوردی یعنی آیا تا حالا یا این گفتم تا حالا خیلی کلیدیه آیا تا حالا سوشی خوردی خود این جمله هم حال کامله بعد میگه که بله مثلا من سوشی خوردم یا سوشی خورده ام حالا از کی از زمانی که به دنیا آمده تا همین الانی که داره حرف میزنه یک بار دو بار یا ان بار تو این بازه زمانی سوشی خورده و مهم نیست که چه موقع سوشی خورده مهم اینه که سوشی خورده یا نه پس این سوشی خوردن مهمه زمانش مهم نیست ها من دارم یه سوال از شما میپرسم میگم آقا تا حالا پیتزای مثلا فلان خوردین تا حالا مثلا استیک با رد واین مثلا خوردین تا حالا مثلا فلان چیز خوردین شما یا میگین آره خوردم یا میگین نه نخوردم حالا مثلا شما میگی آره خوردم خب من به زمانش کاری نرم من میخوام اینه آقا تو کلا مثلا فلان غذا رو خوردی یا نخوردی از خیلی مهمه بچه ما با زمان توی حال کامل کاری نداریم یه اتفاقی که در گذشته هست و یه اثری هم در زمان حال داره حالا این اثر چی هست اثرش که آقا من سوشی خوردم میدونم سوشی چیه سوشی تری کردم یه اثری الان در زمان حال داره حالا جلوتر بریم مثلا بیشتر بزنم براتون نگاه کنید من میخوام یه مهمونی بگیرم این کامل براتون توضیح بدم من این مهمونی میخوام بگیرم حالا به امرای خانوادم و میخوام حالا مثلا تو مهمونی چند نفر دعوت بکنم و بعد بیام حالا مثلا چه میدونم از دختری به اسم سارا توی مهمونی به نوعی حالا بیام خواستگاری بکنم جلو همه از این مسخره بازیه که مثلا انجام میدن و اینا اون وای خواستگاری بکنی برو تنها ازش خواستگاری کنی بعد میام مثلا به چند نفر زنگ میزنم خب بعد یو مثلا به خواهرم میگم که او سارا یادم رفت میخوام به سارا زنگ بزنم بعد خواهرم میگه که ساله حالا ساله برادر من هست ساله یا هی فرق نداره has called سارا ساله به سارا زنگ زده یعنی چی یعنی زنگ زده دیگه تو نمیخواد زنگ بزنی سال هز کالد سارا ببین کی زنگ زده پنج دقیقه پیش ده دقیقه پیش یک ساعت پیش دیروز زنگ زده سه روز پیش زنگ زده دعوتش کرده اصلا نمیدونیم و مهم نیست مهم اینه که آقا به سارا زنگ زدن سارا رو دعوت کردن دیگه تو نیاز نیست به زنگ بزنی پس اثرش در حال چیه اینکه سارا الان دعوت شده و دیگه نیاز نیست تو بخوای زنگ و دعوتش بکنی گرفتین شد بچا اتفاق در گذشته تو اتفاق در گذشته افتاده نمیدونیم هم کی بوده شاید هم بدونیم ولی اصلا مهم نیست مهم اثری هست که در زمان حال داره اثر این جمله در زمان حال چیه سارا دعوت شده دیگه تو نمیخواد زحمت بکشی اوکیه بریم کم جلوتر مهمونی برگزار میشه آدم و میان و اینا من سارا رو نمیبینم هرچ نگاه میکنم سارا رو نمیبینم یه نفر مثلا به داداشم میگم ساله سارا نیومد یا مثلا سارا نیومده چرا نیومد فلان نکنه اتفاقی براش افتاده فلان بهمان بعد داداشم میاد میگه شی هز کام اومده مثلا تو ندیدیش رفته مثلا یه گوشه نشسته چه از یه جایی رفت که تو نبینیش مثلا شی هز کام او اومده یا آمده است حالا بخوایم کتابی بگیم بیایم بررسی بکنیم اتفاق در گذشته است دیگه بله کی اومده نمیدونیم یا مهم نیست مهمه که پنی دقیقه پیش اومده ده دقیقه پیش اومده حالا مثلا یه ساعت پیش اومده الان چیزی که مهمه اینه آقا اومده اگه میخوای بری باش حرف بزنی برو بزن یا مثلا نگران نباش اتفاقی براش ن... نیفتاده اومده شی پس اثرش الان چیه حضور سارا الان در مهمونی تایید می شود پس اتفاق در گذشته است ولی اثر در زمان حال داره بریم جلوتر we have seen her ما او رو دیدیم حالا مثلا صالح میاد در ادامه اینکه آقا اومده میاد میگه که we have seen her ما او رو دیدیم این اگر تو ندیدیش ما دیدیمش مثلا با فلانی بود با فلانی داشت حرفی زد داشت تلویزیون میدید این کار داشت میکرد اون کار داشت میکرد We have seen her ما او رو دیدیم کی دیدیمش مهم نیست مهم اینه که آقا ما دیدیمش اینجاست نگران نباش بس اثرش در زمان حال مهمه بچا اثر جملات حال کامل اثری که در زمان حال دارن خیلی مهمه We have seen her ما دیدیمش یعنی اینجاست dont worry نگران نباش حالا مثلا مهمونی میخواد تمام بشه بعد من میخوام زنگ بزنم حالا مثلا چه میدونم پیتزا سفارش بدم بعد خواهرم میگه که اونا مثلا چه میدونم صالح و فلانی خب پیتزا درست کردن مثلا فکر کنم مثلا پیتزایی که صالح با مثلا رفیقاش درست بکوره چی بشه پس من میخوام غذا سفارش بدم خب بعد مثلا خواهرم میگه که مثلا اونها پیتزا درست کردن ببینید they have made pizza اونها پیتزا درست کردن کی درست کردن؟ پنج دقیقه پیش دو دقیقه پیش ده دقیقه پیش نیم ساعت پیش هر چی مهم نیست مهم نیست که دیگه نیاز نیست تو بخوای زنی بزنی غذا بیارن یا دیگه مثلا نگران غذا نباش غذا داریم از یک بار دیگه میگم بچه حال کامل یک اتفاقی در گذشته افتاده این مورد اول مورد دوم و. و مهمم نیست که چه موقعی در گذشته اتفاق افتاده و مورد سوم یک اثری در زمان حال داره چی گفتیم گفتیم I have eaten sushi من سوشی خوردم میدونم سوشی چیه ساله has called سرا سارا به ساله به سارا زنگ زده تو نمیخواد زنگ بزنی شی has come اون اومده we have seen her ما دیدیمش نگران نباشین آقا ما دیدیمش اینجاست they have made pizza اونا پیتزا درست کردن پس نیاز نیست تو بخوای مثلا چه میدونم نگران غذا باشی و اینا پس اتفاق در گذشته است مهم نیست کی بوده و یک اثری در زمان حال داره حالا این اتفاق در گذشته بچه توی مثال اول من مثال اول رو مخصوصا اومدم با این مثال بعدی این چهار مثال بعدی متفاوت گفتن ببینید I have eaten sushi مثلا میگم آقا یه فردی چل، و پنج سالشه وقتی که پنج سالش بوده یعنی چهل سال قبل وقتی پنج سالش بوده برای بار اول اومده سوشی خورده یعنی این سوشی خوردنش برای کیه برای چهل سال قبله حالا این شی هز کام برای کیه مثلا برای چهار دقیقه قبله چهار دقیقه قبل سارا اومده پس این برای چل سال پیشه این برای چهار دقیقه پیشه هر دو تاشون اومدیم به حال کامل گفتیم گفتم دیگه از زمانی که از آن به دنیا اومدیم تا همین الانی که داریم صحبت میکنیم اگر توی این بازی زمانی که الان یعنی حالا گذشته محسوب میشه اتفاقی افتاده باشه رو میتونیم با حال کامل بگیم که مهم نیست چه تایمی بوده بعد مورد دومم بهتره بگیم که یک اثری در زمان حال داره که با این مثال من سعی کردم که به نوعی این درس رو بهتون یاد بدم خب ما اومدیم گفتیم که آقا هوا هست فعل کمکی ما هست پس من اگه بخوام جمله منفی داشته باشم یه نات میام به اینا اضافه میکنم همینا رو بیایم منفی بکنیم خیلی سریع I haven't eaten sushi من سوشی نخوردم یعنی کلا تو زندگی من سوشی نخوردم از وقتی به دنیا اومدم تو همین الان یا ساله یا هی فرق نداره hasn't called سرا ساله به سارا زنگ نزده قرار بوده مثلا زنگ بزنه ولی زنگ نزده دور رو زنگ بزن ببینین she hasn't come او نیومده او رو زنگ کجاست اتفاق شاید براش افتاده باشه We haven't seen her ما ندیدیمش نیست اینجا نیومده برو دنبالش مثلا They haven't made pizza اونا پیتزا درست نکردن برو برو زنگ بزن سری مثلا چند تا غذا بیارن تا آبرمون نرفته پس ببینید حال کامل یه اتفاق در گذشته است مهمم نیست که کی بوده ولی اثرش رو در زمان حال ما میبینیم حالا میخواد چه جمله مثبت باشه چه جمله منفی خب بریم ساختار سوالی ساختار سوالی have یا هز که فعل کمکی ما هستش فائل و شکل سوم فعل که اینجا من ورب نوشتم همون پی پی منظورمون هستش Have you played GTA؟ آیا GTA بازی کردی؟ کلن دارم میاسم تو کل زندگیت Have you played GTA؟ آیا GTA بازی کردی؟ حالا طرف میخواد جواب بده با have سوال شده دیگه با همون هم پاسخ میده Yes I have بله بازی کردم Yes I have یا No I haven't نه بازی نکردم No I haven't بیایم اینجا Has he watched bad boys؟ آیا او آیا اون مرد یا اون پسره فیلم bad boys رو دیده؟ Has he watched bad boys؟ آیا فیلم پسرهای بد رو یا bad boys رو دیده؟ Yes he has بله دیده این با همین هز پاسخ بینیم no, نه هی هزنت نه ندیده دابلیو هم که خب میدونین دیگه کلمه یا عبارت دابلیو رو ابتدای ساختار سوالیمون اضافه میکنیم What have you done چه کاری انجام دادی چه غلطی کردی مثلا دوستتو میبینی پریشون میاد پیشه مثلا یه جوریه یه حالتیه بعد بهش میگی What have you done چی کار انجام دادی که الان حال روزت اینه مثلا یا where has she gone اون خانم کجا رفته چه جایی رفته اون خانم حالا یا اون دختر where has she gone اون خانم کجا رفته خب اینم از گرامر حال کامل بچه چند تا نکته ریز دیگه میمونه که میریم به صفحه 146 اگر اشتباه نکنم قسمت گرامر رو اونجا بررسی میکنیم ولی بیس درس بچه همینه اینکه ما کی باید از حال کامل استفاده بکنیم ساختار مثبت منفی و از سوالی و حتی پاسخ کوتاه به سوال یسن کوچون هم با هم بررسی کردیم بریم به صفحه 146 چند تا نکته اونجا است با هم بررسی خیلی خب دوستان عزیز اومدیم به صفحه 146 12a present perfect داوزد a حال کامل فایل صوتی این قسمت رو من براتون پلی میکنم با دقت به این جمله ها گوش کنید اگر میتونید تکرار هم بکنید برگردیم بیاین چند تا نکته است که با هم نگه بررسی خواهیم کرد 5.45 1 have you seen his new movie yes i've seen all his movies She hasn't read any Harry Potter books. 2. Have you ever read a Russian novel? Sarah's never worked in a big company. 3. Have you finished the exercise? Your parents have arrived, they're in the living room. خب به این فایل با هم نگه گوش دادیم بریم و یک بررسی با هم نگه داشته باشیم Have you seen his new movie? آیا فیلم جدیدش رو دیدی؟ Yes بله I've seen all his movies من همه فیلماش رو دیدم چی؟ okay, مهم نیست ببینید که آقا من همه فیلماش رو دیدم نیازی مثلا فیلمی از این بخوای بذاری ببینیم یه فیلم دیگه بذار مورد بعدی She hasn't read any Harry Potter books اون میتونیم بگیم حالا مثلا تا حالا تا حالا هم حالا جلوتر من براتون توضیح میدم اون تا حالا هیچ کدوم از کتابه هری پاتر رو نخونده She hasn't read جمله منفی دیگه Any Harry Potter books Have you ever این ever هم باید شد در جملات سوالی حال کامل میتونیم بپرسیم میتونیم بگیم ever یعنی تا به حال مثلا از گذشته تا به الان نگیم هم اتفاق خاص نمیافتا ولی معمولا میگن have you ever have you ever have you ever. Uh, پس ever یعنی تا به حال تا الان اگر البته بچا در جمله حال کامل ما این کلمه رو داشته باشیم اگر خاطرتون باشه تو چند درس قبلی گفتم گفتم ever در زمان حال, حال ساده عذرخواهی میکنم در زمان حال ساده میشه اصلا خب که حالا بیشتر بازش نمیکنم پس ever اینجا یعنی تا به حال Have you ever read a Russian novel? آیا تا به حال یک حالا میتونیم بگیم رمان روسی خونی؟ پس این بچه این یه تایملاین من براتون میکشم این زمان حاله خب این زمان گذشته است این زمان آینده است ما هیچ کاری به زمان آینده نداریم الان زمان حال هستش خب این بازه یعنی از گذشته از وقتی که به دنیا اومدیم تا الان حال کامل با این بازه کار داره حالا هر موقع از این بازه باشه مهم نیست یعنی همیتی نداره مهم نیست که کار انجام شده در گذشته خب سراز نیفر ورکت این ای بیگ company خب اینو بچه من باید یه نکته در موردش بهتون بگم اول که سراز همون سرا هز هستش که مخفف شده سرا هز یه لحظه نور فکر کنید نیست یه لحظه فکر کنید نور نیستش سرا هز ورکت این ای بیگ کامپنی سارا کار کرده در یک شرکت بزرگ سارا کار کرده سرا هز ورکت این ای بیگ کامپنی در یک شرکت بزرگ نور چیه؟ خب میدونید دیگه نور یعنی هرگز یا هیچ وقت وقتی که نور رو استفاده میکنیم دو تا اتفاق میافته یک جملهمون رو منفی میکنه و دو از نظر ساختاری یا از نظر گرامری فعل کمکی رو بهش نات نباید بدیم یعنی من نباید بگم سرا هزنت never پس این جمله چی میشه؟ میشه سارا هیچ وقت کار نکرده در یک شرکت بزرگ من نمیان بگم سرا هز نات یا سارا هزنتا اینو دقت داشته باشیم از نور اومد این جمله من رو کلا منفی کرد هیچ وقت هرگز و در حالی که بازم میگم جمله من رو از نظر شکل و شمایل منفی نمیکنه یعنی به فعل کمک من نباید در واقع حالا نات بدم پس سارا has never worked in a big سارا هیچ وقت یا هرگز در یک شرکت بزرگ کار نکرده. دقت داشته باشین کار نکرده. هرگز کار نکرده. با اینکه فعل کمک من مثبت هست دیگه ولی چون never داریم جمله منفی میشه. این هم کاری که قبلا با حال ساده میکرد دیگه مثلا من میام میگم I never go to the cinema. الان من قشنگ میتونم نور رو بردارم وقتی که بردارم جمله میشه مثبت یعنی من میرم به سینما اون جزء عادتم هست من دارم عادتم رو میگم من به سینما میرم اما نور که میاد جمله منفی میشه I never go to the cinema من هیچ وقت به سینما نمیرم جمله منفی میشه در حالی که از نظرش حالا ظاهری جمله من منفی نمیشه من نباید بگم I don't never go نه چیز غلطه همین داستان برای حال کاملم هستش خب به مورد بعدی میگه have you finished have you finished the exercise آیا ورزش رو تموم کردی یا تمرین رو تموم کردی have you finished the exercise آیا ورزش رو تموم کردی یا تمرین رو تموم کردی مورد بعدی Your parents have arrived. پدر مادرت رسیدن. این مثلا اومدن. They're in the living room. اونها در اتاق پذیرایی هستن. چه اومدن؟ دو دقیقه پیش، پنج دقیقه پیش، ده دقیقه پیش. هر موقع مهم نیست. مهم, مهم که الان اینجا هم رو بیا. که Your parents have arrived. این ساختارهای مثبت و منفی مثبت این منفی این هم سوالی در واقع حال کامل هست که ما بررسی کردیم چند تا نکته است با هم دیگه بریم یه مرور داشته باشیم we use the present perfect when we talk or ask about things that have happened in the past but when you, when we don't say when اما نمیگیم که چه موقع یا حالا نمیدونیم یا اصلا مهم نیست پس اتفاق در گذشته است اما مهم نیست که چی بوده یا نمیگیم که چی بوده We often use the present perfect with ever at any time in your life گفتم یعنی تا به حال از اول زندگی تا الان دقیقا یعنی یه چیزی And never یا هرگز هیچ وقت at no time in your life این یعنی اصلا هرگز که اشاره کردم never که وقتی بخوایم استفاده بکنیم بعد به این نکته اشاره بکنیم دیگه جملهمون رو منفی نباید بکنیم خب پس ever میشه تا به حال never یعنی هرگز we also use the present perfect to talk about something that has recently happened ما همچنین از حال کامل برای چیزی که اخیرا اتفاق افتاده هم میتونیم استفاده بکنیم مثلا همین مورد سوم که داشتیم your parents have arrived پدر مادرت رسیدن دو دقیقه پیش پنج دقیقه پیش مثلا ده سال پیش نه 15 سال پیش نه همین چند دقیقه پیش اومدن ولی بازم مهم نیست که کی اومدن مهم اینه که اومدن الان اینجا بلند شو بیا خب این حال کامل پس یه، یک بار یه بچه من جمله رو میگم حال کامل در گذشته اتفاق افتاده یا مهم نیست و نمیدونیم که اتفاق افتاده و یک اثری در زمان حال داره این اثر رو حالا آره کتابش اشاره نکرده ولی تو ذهنتون داشته باشه خب این حالت مثبت این مثبت و منفی مزاد خواهم خب اینم سوالی حالا میگه که to make the present perfect use have or has plus the past participle of the verb این یا برای در ساختن حال کامل have یا has رو میخوایم و past participle که به اختصار pp پی پی هم میگن من پی pp نوشته بودم اپاسترافی اس هم که همون هز هست اپاسترافی وی ای هم همون هف هستش بس اپاسترافی وی ای میشه هف اپاسترافی اس هم میشه هز اینو دقت داشته باشیم past participles of regular verbs are the same as the simple past این نکته که من گفتم دیگه اگر فعل شما با قاعده باشه شکل دومش و شکل سومش یکی هست می یعنی liked liked wanted wanted اما اگر بی باشه اصلا شاید شکلش فرق بکنه شاید مثل شکل دومش باشه شاید مثل شکل اولش باشه شاید اصلا مثل هیچ کنونشون نباشه بی قاعده است دیگه past participles of irregular verbs are sometimes the same as the simple past for example read but sometimes different for example seen الان میبینید read 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 see saw seen بچه ها اینجا کتاب یه نکته گفته ناقص گفته یعنی اومده گفته بعضی وقتا شکل دوم و سوم یکیه بعضی وقتا یکی نیست بچه من کلا اصلا یکی هست و نیست و مثل شکل دومشه مثل بعضی وقت شکل اولشه اینا برزین دور هستن ش... شکل سوم افعالی به رو باید یاد بگیریم گفتم اصلا یه وقتی هست من فعل دارم دیگه من میام میگم کات 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 اینجا همهشون عین همه یا مثلا من میام میگم کام کیم کام, کام. کام. شکل سوم مثل شکل اول شد گرفتین چی شد اینجا شکل دوم و سوم یکیه اینجا اول و سوم یکیه اصلا یه چیز میگن آش شل قلمکاریه که اصلا اسمش رو دیگه بی است خب حالا میگه یک لیستی از افعال بی در صفحه 165 هست میتونید اونا رو نگاه بکنید احتمال اینکه تعداد خیلی زیادیش رو تعداد خیلی از خیلی زیادی از اون افعال رو بعد از دیدن این فیلم حالا دیگه براتون آشنا باشه خیلی زیاده چون الان میخوایم بریم با هم دیگه تمناش رو حل بکنیم و بعد از فیلم هم نگاه بکنیم اون فعلایی هم که بچه ها براتون به حالا جدید بود یا معانیش رو بلد نبودین هم به مرور یاد میگیرین نگران نباشین خیلی خوب بریم برای گرامر بانک تمرین A رو داریم write the sentences with contractions یه سری جمله به شما داده 5 تا جمله میگه اینا رو مخفف کنین حالا یا مثبت یا منفی دیگه باید مخففش بکنین گفتیم دیگه حالا مخفف کردن حال کاملا به چه صورت هست اولش رو نگاه کنین I have seen the movie من فیلم رو دیدم The movie میدونه طرف داریم راجع به چه فیلمی حرف میزنیم The movie این I have رو میکنیم I've I've seen the movie اوکیه خب این رو انجام بدید برگردیم خیلی خب دوستان عزیز من جواب رو نوشتم بچا اشاره کردم دیگه هاف نات و هاز نات یعنی جمله های منفی ما که هاف نات و هاز نات داریم میشن هاونت و هازنت دیگه شی هاز نات رید دی بوک اون کتاب رو نخونده چی میگیم بخوایم مخفف بکنیم شی هازنت رید دی بوک یو هاف نات washed the دیشز تو ظرفا رو نشستی خب هاف نات رو مخفف میکنیم به haven't you haven't washed the dishes we have done این جمله مثبته we have done the housework ما کار خونه رو انجام دادیم we have رو مخفف کنیم به چی we've we've done the housework he has been sick he has رو مخفف کنیم به he's he's been sick بچه ها been نگینا been اینو دقت داشته باشیم been اون مریض بوده he's been sick اون مریض بوده they have not رو میگیم they haven't they haven't eaten Japanese food before اونا قبلا حالا غذا ژاپنی نخوردن بریم برای تمرین B write positive negative and question sentences in the present perfect خب جمله مثبت منفی یا سوالی باید با استفاده از حال کامل اینجا بنویسید مثبت منفی سوالش هم بهتون گفته دیگه الان این یک جمله مثبت هست به شما اومده فعل رو داده و اون فعل رو در زمان حال داده یعنی بیس فرم فعل رو به شما داده که باید شکل سومش رو استفاده بکنین اینو دقت داشته باشین و یک کار دیگه هم که باید انجام بدین اون هاف یا هاز رو باید شما خودتون تشخیص بدین که حالا هاف میخواین یا هاز اونم باید تو جملتون داشته باشه پس I meet a famous actor رو بعد چجوری بگیم من میخوام بگم من یک حالا بازیگر مشهور رو ملاقات کردم یا مثلا دیدم I've یا I have met a famous actor من یک بازیگر حالا مشهور رو دیدم met شکل سوم meet هست meet, مت مت بچه اگر شکل سوم این افعال رو بلد نبودین اشکالی نداره میتونین در واقع یک نگاهی به صفحه 165 بندازین یا اینکه اون کلمه رو در دیکشنری سرچ بکنین و توی دیکشنری چون حالا فعل هست این یعنی اون فعل رو اگر سرچ بکنین شکل دوم و سومش رو بهتون میگه اگر با قاعده باشه که خب ایدی می ای میگیره یعنی عین شکل دومش هست اگر حالا بی قاعده باشه که باید ببینید که به چه صورت نوشته میشه این تمرین انجام بدید برگردیم این جواب رو هم خیلی خب دوستان عزیز من جواب رو نوشتم بریم یه بررسی هم دیگه داشته باشیم بچا بازم میگم اگر شکل سوم یک فعلی رو نمیدونین میتونین تو دیکشنری سرچ بکنین و خیلی راحت شکل دوم و سوم فعلی که سرچ کردین رو بهتون میگه خب این مورد اول I've forgotten your name بچا چون جا کم بود خیلی خودش کتاب یه جاهای جاهایی جای کم میده من این قسمت ها رو دیگه نتونستم بنویسم I've یعنی همون I have forgotten your name من اسمت رو فراموش کردم یعنی یه عملی تو گذشت اتفاق افتاده فراموش کردن اسم اون شخص و نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه نتیجه که الان من اسمت یادم نمیاد درسته پس I've forgotten your name forgotten forget forgot forgotten I've forgotten your name مورد بعدی my boyfriend hasn't worn his new shirt. دوست پسر من پیراهن جدیدش رو نپوشیده. یعنی مثلا تا الان نپوشیده. مورد بعدی که یک جمله سوالی هست have you spoken to your boss؟ آیا با رئیست صحبت کردی؟ have you spoken to your boss؟ spoken speak spoke spoken شکل سوم speak هستش که مشاهده میکنیم جمله بعد یک جمله منفی هستش they haven't done their homework اونها تکالیفشون رو انجام ندادن بس شما یه housework داشتیم اینجا که میشه کار خونه یه homework داریم که میشه تکالیف اینا رو با هم اشتباه نگیرید و هر دوتاشون هم غیر قابل شمارش یه وقت جمع نبند اینا نمیشه جمع بس عملا They haven't done their homework اونا تکالیفشون رو انجام ندادن بریم مورد بعدی یک جمله سوالی هستش Has your brother worked in New York؟ آیا برادر تو در نیویورک در نیویورک کار کرده؟ مثلا تا الان اونجا کار کرده؟ مورد بعدی یک جمله مثبت هستش The train has left the train station قطار ترک کرده حالا میتونیم بگیم ایستگاه قطار, قطار رو یعنی چی؟ قطار رفته گیر اومده یا رفت مثلا وایسا قطار بعدی بیاد مورد بعدی یک جمله منفی هستش We haven't taken any photos ما هیچ عکس ننداختیم We haven't taken که گذشته take هست take took taken take took taken بازم میگم بچه حالا نگاهی به اون لیستی که کتاب گفته بود بندازه have the children eaten all the cookies آیا همه بعد آیا آیا بچه ها همه شیرینی ها یا کوکی ها رو خوردن have the children eaten all the cookies مورد بعدی My girlfriend hasn't called me today دوست دخترم امروز به من زنگ نزده یعنی از اول امروز تا همین الان که من در جمله رو میگم دوست دخترم و زنگ نزده یه وقتایی بعد شو ببینید ما اون بازی زمانیه رو میاییم و مشخص میکنیم این خیلی نکته مهمیه تمام این جمله که داشتیم این خیلی نکته مهمی داره ببینید من اینجا آمدم چی گفتم؟ گفتم از گذشته تا الان یعنی از زمانی که به دنیا اومدیم تا زمان حال ما با حال کامل سرکار داریم این هم که اصلا هیچ دیگه این میشه آینده درسته ما با این قسمت سرکار داریم ولی بعد رو یه وقتی هست خب ما میاییم اون باز زمانیه رو یعنی ابتدایه رو یعنی اینو این ابتدای باز زمانی رو میاییم مشخص میکنیم وقتی که طرف میاد میگه که من با این جمله کار دارم بچه وقتی که طرف میاد میگه که my girlfriend hasn't called me today یعنی چی؟ یعنی از اول امروز تا همین الان این بازه رو داره میگه دوست دخترم به من زنگ نزده بس الان بازه شده از اول امروز تا الان یا مثلا اومده گفته today خب بیایم بگیم چی بیایم بگیم this ویک یعنی این هفته یعنی بازه میشه از اول هفته مثلا امروز چیه امروز چهارشنبه است خب از اول هفته که حالا شنبه باشه دوست دخترش به زنگ نزده تا الانی که چهارشنبه است یعنی تا الانی که داره این جمله رو میگه پس ما میتونیم بازه مشخص بکنیم برای جمله حال کامل اینا تو ذهنتون داشته باشین حالا این جمله منفی بود من میتونم جمله مثبت هم بگم که درش بازه زمانی مشخص کردم کجا بنویسم براتون مثلا من میام میگم که آی البته بچه‌ها اون دیگه یه جورایی اگه بخوایم بازه زمانی مشخص بکنیم بیشتر تو جمله مثبت حال کامل زمانی استفاده میکنیم که حالا این جزء درس نیست خارج از کتاب دارم بهتون میگم چون اصلا کتاب هم نکرده بود میگم و میگذرم حالا خیلی نمیخوام روش تمرکز کنین و اینا اگر براتون سخت بود اشکال نره جلوتر یاد میگیره وقتی که بچه ما بخوایم تعداد دفعات یک کاریو توی اون بازه بگیم من این مثال براتون میزنم من میام میگم که I have eaten. مثلا پیتزا twice this week. خب ببینید من آمدم چی گفتم؟ گفتم من دو بار پیتزا خوردم. I have eaten pizza twice. من دو بار پیتزا خوردم. This week. این هفته. یعنی از اول هفته تا الانی که دارم این جمله رو میگم پس ما میتونیم بچه باز مشخص بکنیم مثلا من میام میگم this month این ماه یا میام میگم this year امسال کل مثلا امسال یعنی از اول امسال تا الان من دو بار پیتزا خوردم اینم دقت داشته باشین تو جمله سازیاتون میتونی ازش استفاده بکنی خیلی شلوغ پلوغ شد اشکال نداره بریم برای قسمت بعدی که میشه قسمت C. Write a sentence in the present perfect for each picture. Use the verbs in the box. خب، یک سری تصویر اینجا داریم. اولیش رو که خودش اومده و یه جمله رو براش گفته. با استفاده از when البته شکل سومش رو میخوایم. They've یا همون they have won the cup. Won. Win. Won. وان شکل دوم و سوم یکیه خب مالی چی گفته گفته اونها جام قهرمانی رو بردن یا برده اند دیروز بردن پیروز بردن مشخص نکرده مهم نیست مهم اینه که اونها قهرمان شدن مهم اینه که اونها جام قهرمانی رو بردن خیلی خوب، پنج تا تصویر هست و پنج تا فعل break buy fall go و read اینا رو باید در حالت شکل سومشون استفاده بکنید بازم میگم بچه ها اگر نمیدونین شکل سوم این افعال چیا میشن میتونید توی دیکشنری سرچ بکنید این پنج جمله رو که این قسمت میشه بنویسید برگردیم بیاین جواب رو هم میگه برسیم خب دوستان عزیز من جواب رو نمیشم بچه تو فرموش نکردم بهترین روش برای یاد گرفتن و به خاطر سپردن شکل سوم افعال این است که با اینا جمله بسازیم یه چیز جدیدی بود یا شکل سوم فعل چیه و یه چیز جدیدیه برای ما حتماً حتما باشون جمله بسازین حتما باشون جمله بسازین اگر میخواین اینا رو خوب تو ذهنتون بسپارین خب بریم جمله رو با هم دیگه بررسی بکنیم هیز که همون هی هز هست He's broken his leg. اون پاش رو شکسته یا حالا پاش شکسته اینجوری میگیم. این تو فارسی ما نمیگیم او پاش رو شکسته. اگه هم چیزی بگی یا مثلا طرف چکش برش زده به پاش. خب تحت و لفظی این جمله میشه اون پاش رو شکسته. حالا خب تو فارسی چطور میگیم؟ تو فارسی میگیم مثلا اون پاش شکسته. دقت داشته باشیم. کی پاش شکسته نمیدونیم. چیزی که الان میدونیم که آقا الان پاش تو گچه و حالا مثلا تو تخت بیمارستانه این اثرش رو الان داریم میبینیم مورد بعدی They've gone to the beach اونها رفتن به ساحل تصویر شماره دو کی رفتن نمیدونیم الان چیز که میدونیم که اون الان ساحلن دارن اشغال میکنن مورد بعدی He's fallen off که حالا من آف رو خودم هم نوشتم با اینکه این آقا نوشته بود من خطش میزنم He's fallen off his motorcycle او از موتورش افتاده یا حالا میتونیم بگیم او خورده زمین با موتورش تو فارسی اینجوری میگیم کی افتاده مهم نیست مهم, نیست؟ مهم که الان میبینیم اینجوریه من شما اینو میبینین سعی زمین میزنه آمبولانس میاد دیگه خیلی خب میاد یه جمله افتادم که ولش کنین مورد بعدی شیز رد the newspaper. اون روزنامه رو خونده از میگم شیز رد اون روزنامه رو خونده یعنی دیگه اگه تو میخوای بخونی وردار بخون اون خونده They've bought a new car. Bought گذشته یعنی هم گذشته و هم شکل سوم بای هستش. They've bought a new car. اونا یه ماشین جدید خریدن. چه خریدن مهم نیست اون که اونا الان یه ماشین جدید دارن. اثر الان مهمه. خریدن که چه فلانی و در بیاره. خیلی خب چرا من اومدم این ور؟ و الان بریم به صفحه چند؟ صفحه 92. بریم اونجا. نکته خاصی نمیمونه چون ویدیو طولانی شد. ما بقیه درس رو میذاریم برای ویدیوی بعدی ولی بعد دوستان بچه اونجا ازتون خداحافظی بکنم <متحد> 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 خیلی خب دوستان عزیز مانیم صفحه 92 بعد شد فقط یه نکته ریز هست من اینو باید بگم توی تمرین ای بهتون میگه که در این چهار عکسی که داشتیم اگر فیلمش رو دیدین در موردش حرف بزنین اگر کتابش رو خونی در موردش حرف بزنین و کلا اون سوال و جواب داشته باشیم با دوستتون در مورد این فیلم ها. مثلا طرف اومده گفته که I've seen Eclipse but I haven't read the book میگه من فیلم Eclipse رو دیدم اما کتابش رو نخونم یه جمله مثبت کو یه جمله منفی I haven't seen the movie of Alice in Wonderland but I've read the book من فیلم آلیس در سرزمین عجایب رو ندیدم اما کتابش رو خوندم پس در این فیلم ها صحبت بکنین دو حالت که بیشتر نداره یا دیدین یا ندیدین یا رمانشون رو خوندین یا نخونین پس حتما جمله سازی بکنین به اضافه این بچه ها حتما حتما با فعلایی که الان تو قسمت گرامر باشون جمله ساختیم خودتون یه سری جمله مجزا بسازید مثبت منفی و سوالی و فیلم همجوری پایان میرسه صفحه بعدی رو میذاریم برای درس بعد موضوع خودتون باشین تمنا رو انجام بدید میبینمتون فعلا خداحافظ